رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان. ممنونم از اینکه با بی بی سی فارسی صحبت میکنید. شاید بهتر باشه که از خود شما بشنویم آقای مسعود، در وین اتریش به دنبال چه هستید؟ تشکر. در ابتدا لازم میدانم که امیر اصلاح بکنیم که تلاش در وین یک روند جمعی توسط شخصیت های دلسوز افغانستان است. به هیچ عنوان این روند دخالت یا تأثیر یعنی توسط ما نداره، بلکه یک تلاش مشترک و جمعی برای پیدا کردن یک راه حلی برای معضل افغانستان است. در این که شخصیت ها و ظرفیت هایی که در اینجا اشتراک میکنن، چه دیدگاه دارن، چه به یک ترتیب حرف و سخنی دارن، در فضای کاملا صمیمی و آزاد بحث شد و به نتایجی رسیدیم. اونم میشه که از خودشان بپرسین که چگونه بوده و چه شکل. اما تلاش ما در اینجا و تلاش همه ما در اینجا تلاش مشترک به خاطر پیدا کردن راه حلی برای موزل عمیق و سخت افغانستان، علل خصوص در شرایطی که ما تقریبا در حال ناامید شدن هستیم بر ای که دنیا و منطقه و کشورهای دیگه یک راه حل واقعی و یک همکاری جدی در راستای حل مشکل افغانستان آنگونه که خواست مردم افغانستان است داشته باشند. به این منظور فکر میکنیم خود مردم افغانستان باید به دنبال راه حل باشند. گفتید در آستانه ناامید شدن یا نزدیک به ناامید شدن، چرا؟ متاسفانه دو سال از حکومت ظالمانه طالب ها میگذره و اونا در این دو سال نه تنها که حاضر به گفتگو، مصالحه، گشودن درهای مذاکره و قبول کردن خواست مردم افغانستان و خواست دنیا نشدن، بلکه شما شاهد هستین که ظلم و قساوتشان بالای مردم افغانستان، زن و مرد افغانستان در ابعاد مختلف افزایش پیدا کرد. اما در طرف مقابل دنیا بنابر مصروفیت ها و تقابلاتشان در جاهای دیگه مردم افغانستان و شرایطش تقریبا فراموش کردن یا برشان او اولویت قبلی را نداره و متاسفانه ما یک برنامه منظم و دقیق و قابل قبول به مردم افغانستان نمیبینیم که رهگشای شرایط فعلی باشه. شما حرف از انسجام میزنید، تلاش میکنید که چهره های مختلف رو متقاعد بکنید. چهره های در این نشست شرکت نکردند، اگرچه برگزار کننده یک نهاد اتریشی هست، ولی تا حد زیادی نام این نشست با شما و همینطور با جبهه مقاومت ملی گره خورده، توجهات زیادی رو به خودش جلب کرده. آیا غیبت این افراد از نظر شما بی‌اعتنایی به جبهه مقاومت ملی تعبیر نمیشه؟ در روند وینا یک بخش، یک عضو و یک طرف تنها جبهه مقاومت است. در اینجا استیف ها، بخش ها، احزاب و نهادهای مختلف، شخصیت های مختلف حضور پیدا کردند. متاسفانه بعضی از عزیزان ما به دلایل و مشکلات تکنیکی نتونستن حضور پیدا بکنن، بعضیا مشکلات شخصی به یک ترتیب مانع سفر شد، اما نظرات، صحبت ها و حرف های خود به شکل آنلاین یا به شکل های مختلف دیگر رساندن. در مورد اینکه در قسمت روند وینا ما فقط از آدرس خود صحبت میکنیم، ما از هیچ تلاشی، این قبلا هم گفتیم بازم تکرار میکنیم، از هیچ فرصتی برای ای که صدای همه آنهایی که درد مشترک نسبت به افغانستان دارن صدا مشترک شود، اتحاد و انسجام به وجود بیاید و یک همفکری و یک همدلی برای حل مشکل افغانستان به دست بیاید، دریغ نمی کنیم. برای ما قبلا هم گفتیم بازم، نه تشریفات مهم است، نه پروتکل مهم است، نه هیچ مسئله، فقط و فقط ای که در هر سطحی، در هر شرایطی، در هر دروازه که اگر بتونیم مشکل یک هموطن خود و مشکلی و گره از مشکلات و گره های افغانستان باز کنیم، برای ما هیچ ملاحظه وجود.